کوشش میکنیم کمی درسای خود را جمع بندی کنیم. شما به تصویرم توجه داشته باشین. ECG پیپر ما شما خواندیم. ما شما گفتیم ECG پیپر کاغذ است که دارای گراف است و این دارای خانه های بزرگ و خانه های کلان است. خانه بزرگ و خانه کلان. یک خانه بزرگ 5 خانه خرد داره، 5 خانه خرد به شکل داره. این محور برای ما تایم نشان میده، این محور برای ما ولتاژ، یعنی برای ما تو نشان میده که اینمی موجی که در اینجا قرار داره، این موجی که در اینجا قرار داره، این موجی که در اینجا ایجاد شده، این موجه، این موجه چقدر تایم گرفته و چقدر ولتاژ یعنی شدت داره، این موجه چقدر تایم گرفته و چقدر ولتاژ داره. از خاطر ECG پیپر ما شما فهمیدیم که در خانه های کلان و خانه های بزرگ است. بعدش ما ماشین ECG را فهمیدیم که ما شما ماشین ECG را به شکل ترتیب میتیم که در یک سیکند 25 میلیمتر یعنی 25 خانه خرد تیر شود. یک خانه خرد 1 میلیمتر در 1 میلیمتر است. یک خانه کلان 5 میلیمتر در 5 میلیمتر است. وقتی که در یک سیکند 25 میلیمتر تیر میشه، 1 میلیمتر یعنی یک خانه خرد چقدر وقت تیر میشه؟ 0.04 سیکند. وقتی که در یک سیکند 25 میلیمتر تیر میشه، 5 میلیمتر که یک خانه کلان است، در چقدر وقت تیر میشه؟ 0.2 سیکند. این ما شما خواندیم، صرف ما تکرار حسن میکنم. شما سمال باکس دارین، لارج باکس دارین. از این یک باکس کلان 0.2 سیکند و 0.5 میلی ولت است. 1 میلیمتر 1 میلی ولت است. یک خانه خرد با 0.04 سیکند در 0.1 میلی ولت است و یه اهمیت داره به شما. دیگه در ECG یک چیز دیگه هم موجود است. در بقاب صدای توشی که تنیاره تیر شد. انشالله صدایش آرام شد. در قسمت بالایی کاغذ ECG، در قسمت بالایی کاغذ ECG بعد از هر 3 سیکند یک خط به شکل بالا رفته. بعد از هر 3 سیکند یک خط. این اهمیت داره برای شما در تعیین ریت قلبی یا ضربان قلب که ما شما در موقت میخوانیم. در 3 سیکند چند خانه کلان تیر میشه؟ در یک سیکند که 5 خانه باشه، در 3 سیکند 15، در 4 سیکند 20 خانه. اینه ما شما میفهمیم. درباره از اینکه چی فکر میکنیم، ECGs، این ماشین ECGs، این کاغذ ECGs. وقتی ما استارت بتن میزنیم، کاغذ 25 میلیمتر پر سیکند بیرون میبره. هر جریان برقی که میگیره، ببینید دست چپ و دست راست با پای چپ وصل شده. و این به نام چست لید است، این لمپ لید است. در دست چپ یک لیدی که ایجاد شده که ما شما الان میخوانیم درباره لیدز. یک دفعه ما میخوایم میگیم What is leads? What is leads? چی میکنه؟ Record electrical activity of cardiac cycle. What is it? Camera. کامره است. در کجا کامره است؟ در کجا؟ از نظر سکشن خوزیات من مهم نیست. ما شما به شکل عمومی 12 لید داریم. 3 لید استاندارد که در نهایات است، 3 لید اگمنتد که در نهایات است، یعنی چست 6 لید در نهایات داریم، 6 لید پریکاردیال یا چست لید داریم. در این نامه است که من قطع شما شما میخوانیم. لید یک که دست چپ با دست راست وصل است، چارج مثبتش در دست چپ. معنای چارج مثبت چیست؟ معنای چارج مثبتی است که کامره در دست چپ است. کمره‌ای که شما قرار دادید در دست چپ قرار دادید. لید دو دست راست پای چپ، چارج منفی چارج مثبت، کمره در پای چپ. لید سه دست چپ پای چپ، کمره در پای چپ است. زاویه شما خوندیم. لید یک زاویه 0 درجه، لید دو 60 درجه، لید سه 120 درجه. اگر کل صدر ما شما به شکل یک دایره 360 درجه قبول کنیم، در همین حالت لیدهای دیگه ایجاد شد که بنامه ویل که چارج مثبتش در اینجا است و زاویش منفی 30 درجه است و ای ویل که در منفی 150 درجه در این قسمت قرار داره و ای ویل که چارج مثبتش است با نهایت مرکز است که مرکز مثلث انتوه یا انتوه نیره انتوه ترینگل می اینی سه لید، لید یک، لید دو، لید سه استاندارد لید است. اگر این لیدها را شما بسته نکنین، چون دیگر لیدها کلش یونیپولر است، یک چارج داره، اینی چارج ایجاد نمیشه و این چارج که ایجاد نمیشه کامراش فال نمیشه و گراف را ثبت کردن نمیتونه. اگر شما لید استاندارد وصل نکنه کامرا دیگه لیدا ثبت نمیکنه. اگر شما دست چپ و پای چپ و دست راست از نظر برقی وصل نکنه، شما نمیتونین ECG را ثبت کنین. عزیز خاطر استاندارد لید است و باعث
شما میبینید که قلب ما شما در یک سایه مغناطیسی لید یک دو سه قرار داده. دست چپ، دست راست، پای چپ، کمره دست چپ، کمره در پای چپ، کمره در پای چپ، زاویه صفر درجه لید یک، 60 درجه، 120 درجه. یک قانون اینطور است که لید یک مساوی به لید دو، لید جمع لید سه مساوی به لید دو، اهمیت زیاد نداره فعلا بر شما. بعدش زاویه است. کمری لید یک در صفر درجه، دو در 60 درجه. کمری لید سه در مثبت 120 درجه ایره ما فهمیده. EVL در منفی 30 درجه، منفی 150 درجه و EVF در مثبت 90 درجه کمریش قرار داره. در نهایت، در این قسمت پایانی ما سه کمره داریم. در پای چپ ما سه کمره داریم. در 60 درجه، در 90 درجه، در 120 درجه. کمره به این شکل ماندگی است، به این شکل ماندگی است، به این شکل ماندگی است. کمره به این شکل است، موقعیت همیجه است. کمره به این شکل است، موقعیت همیجه است. کمره به اینجا. وصل همیجه است. در یک پایه وصل است. در اینجا دو کمره است. کمره یک توست، کمره یک توست. در اینجا یک کمره است، کمره یک توست. وصلش. البته وصلش. به این شکل وصل است. یه توی کمره است. امیدوار هستم گرفته باشین صحبت های مرا. این به نام لمس لید خلاصه لمس لید است. ما شما در درس آینده چست لید میخونیم و اهمیت ثبت از اینها را کمتون میخونیم. چست لید هم برای ما شما نهایت مهم است که شما موقعیت شد خواد دیده که در این موقعیت ها چست لید قرار داره و چست لید هم یونیپورال لید است، صرف وصل است، دیگر با مثلث توین امون ناحیه مرکزی جریان برقی ایجاد میکنه و ثبت میکنه. مستقیم در صدر میچسبه. سایهش خرد است. مثل که شما اگر گرفته بتانین، مثلا گرفته بتانین، من خواهش میکنم شما یک قسمت گرفته میتانین، در تصویر اگر گرفته شوم، قسمت گرفته شوم، میشه گیری بگیرین. شما اینو فرض کنین یک کامره از اینجا قرار بتین میخواین این ساحه را عکس برداری کنین، یک کامره از اینجا قرار دارین میخواین از این ساحه عکس برداری کنین، یک کامره از اینجا قرار دارین خدا بعضی کامره را شما در اینجا قرار میدین، اینجا 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 دقتی کامره ها زیاد میشه من ساحه دیدش خورد است. این کامره کی اینجا است ساحه دیدش کلام دقت ممکن کمی خوب کم شد از خاطر از اینکه به دقتش کار کرده باشه مستقیم در اینجا کامره مستقیم 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 من لایتنگش کم باشم از این خود رو به نام چست یا پریکارد لیل بگم در درس بعدی انشاءالله ما شما او را میخوانیم.